بینای ارجمند تلویزیون سیما افغانستان، گزارشاتش شنیدین که امروز دفتن و بدون خبر قبلی آقای بوش به افغانستان سفر کردن و ملاقات با آقای کرزی داشتن و صحبتهایی داشتن. ما برای از اینکه بیشتر در رابطه با سفر آقای بوش معلومات پیدا کرده باشیم، بار دیگر با جناب محترم سنچارکی صاحب زحمت دادیم تا در این رابطه نظرشان جویا شویم. سنچارکی صاحب، برای شما سلام تقدیم میکنم. ما هم خدمت شما و خدمت بیننده های محترم تلویزیون شما سلام و احترامات خدا تقدیم میکنم. سلامت باشین. سنچارکیز، سفر آقای بوش در آخرین روزای از عمر ریاست جمهوریش به افغانستان به شکل غیر مترقبه، یعنی چی دلیل داشت از دید شما؟ این سفر در واقع نوع خداحافظی و ودا با کسانی بود که آقای بوش ظرف سالهای گذشته با آنها روابط داشتند و مخصوصا رهبری سیاسی افغانستان که تیم مورد انتخاب آقای بوش بود و آقای بوش در آخرین روزهای ریاست جمهوریش میخواست که به نوعی با دوستهای سنتی و قدیمی خود صحبت بکنه و وداع بکنه و از جانب دیگر به نوعی مورال و روان اینا را با تاکید بر حمایت بر ادامه حمایت ایالات متحده آمریکا از مبارزه با تروریسم تقویت بکنم. بیشتر فکر میکنم در همین راستای سفرها صورت گرفته. سلامت باشین. و ملاقات داشتن با بار اول بود فکر میکنم که با تمام بزرگا و رهبرای جهادی افغانستان و استاد ربانی و استاد سیاف و اینا، یعنی قبلا چنین ملاقات صورت نگرفته بود؟ یعنی این ملاقات هم به اصطلاح بزن شما یک خداحافظی بود یا یعنی که حرفای دیگه هم داشتن در این ملاقات های خود؟ نه، بیشتر ببینید مردم افغانستان، جریان های سیاسی و گروهبندی های نیرومند سیاسی در داخل افغانستان خاطره خوشی از عمل کرده جمهوری خواها و در رأس آقای بوش در 6-7 سال گذشته نداشتند، به خاطر که سیاست و استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان مخصوصا گره خورد با یک تیم بی‌کفایت، ضعیف و منفعل که نتوانست تمثیل اراده ملی افغانستان را بکنه و با منطق قوی با جامعه بین المللی و مخصوصا با ایالات متحده آمریکا صحبت بکنه و همین سیاست باعث یک سلسله سرخوردگی ها، ناامیدی ها و نارضایتی ها در داخل افغانستان شد و اکثر جریان های سیاسی از این سیاست و استراتژی ناراضی و ناراحت بودند، چنان که ایالات متحده آمریکا و آقای بوش اخیرا به این سیاست غلط و اشتباه آمیز خود تا حدود پی بردن و ضرورت تغییر استراتژی و تغییر سیاست در افغانستان مطرح کردن. فکر میکنم این نوع تحرکات هم ناشی از نوع دلجویی و نوع در واقع اعتراف به اشتباه های گذشته صورت گرفته است. جناب سنچارکی صاحب، امین نارضایتی هایی را که گفتین، امین نارضایتی هایی را که گفتین، تو در این ملاقات از توسط کسی برای آقای بوش گفته شد که این نارضایتی های شما عامل تمام بدبختی های افغانستان شد یا نه؟ بله، همزمان با آقای سفر آقای بوش یک تعداد رسانه های ایالات متحده آمریکا، تلویزیون های آمریکا و کسانی که آمده بودند و افکار و اذهان ارزیابی میکردن در تماسایی که با ما داشتن و مصاحبه‌ای که صورت گرفت، ما به صراحت این موضوع را اعلان کردیم و رسانه و مطبوعات افغانستان هم در نوشته ها و در گزارش هایی که داشتن، در تفسیرهایی که داشتن، این موضوعات به صورت بسیار مفصل تماس گرفتن و مطرح کردن که سیاست آقای بوش ظرف 6-7 سال گذشته در افغانستان با خطاهای بسیار عمده و جدی آغشته بوده است. بله، تشکر میکنم. جواب سنچارکی سیب، من بسیاری پیش بسیاری دوستات سوال مطرح، وقتی یکی از شخصیت های بزرگ مثلا صدر اعظم انگلستان وارد افغانستان میشد، روز بعد یا در همون روز یا دو روز بعد یکی از بزرگای امریکا داخل افغانستان میشد، چنان که هفته پیشتر درست قبل آقای صدر اعظم انگلستان وارد افغانستان شد. این شما چه قسم با هم ربط میتین که چرا ملاقات ها یک پشت هم صورت میگیره؟
به هر حال ایالات متحده آمریکا و بریتانیا دو کشور بازیگر مهم سیاست‌های منطقه‌ای هستند و هر دو در عین حال در ظاهر همکاری و هماهنگی یک رقابتی هم بینشان وجود داره و طوری که شما در جریان هستین آقای رئیس جمهور کرزی با ناامیدی مطلق از حمایت ایالات متحده آمریکا و مخصوصا از آقای اوباما و دموکرات ها کوشش داره که با بریتانیا روابط بهتری برقرار بکنه و در حال حاضر هر دو طرف تلاش دارن که به نوعی تماس و ارتباطشان با رهبری سیاسی افغانستان محفوظ باشد تا اونا از به اصطلاح صراط متعادل موجود منحرف نشوند که به یک طرف بلغزن و مشکلات و چالش‌های جدی‌تری دیگه بر سر راه مبارزه با تروریسم با وجود بیاید. بله تشکر جناب سن چارکیس. به انتخابات نزدیک میشیم اگر انتخابات صورت بگیره، چون هنوز هم مشخص نیست که صورت میگیره، اما تا فعلا جبهه متحد کاندید مشخص معرفی نکردن، دلیل ازی در کجاست؟ ببینید دو سه موضوع است که هنوز دقیقا مشخص نشده. یکی قانون انتخابات هنوز از پارلمان افغانستان پاس نشده و دوم تاریخ انتخابات هنوز دقیق نشده و اختلاف وجود داره که آیا در ماه حمل و ثور صورت بگیره یا در ماه میزان. و از طرف دیگر کمیسیون انتخابات هنوز هم از نظر جبهه ملی افغانستان کمیسیون مستقل نیست و با مصوبه پارلمان که بعد از اعضای کمیسیون رأی تایید از ولسی جرگه بگیرن عمل نشده. تا این موارد به صورت دقیق روشن نشود معرفی کردن کاندید فکر میکنم مشکل حل نمیکنه. در عین زمان امروز شورای رهبری جبهه ملی افغانستان طرز العمل و مکانیزم گزینش یک کاندید واحد را به تصویب رساند و کمیسیون های را در خصوص تدوین برنامه های آینده رئیس جمهور افغانستان و همچنین کمیسیونی که بتانه با گروه ها و جریان های سیاسی احزاب و نهادهای مدنی افغانستان که داخل تماس با جبهه هستند صحبت بکنه و اونا را داخل جبهه بیارن تا یک ائتلاف وسیع تر برگزار شود. این کمیسیون را تشکیل داد. قدم های جدی در این راستا برداشته شده رئیس. اما در بیرون اتو آوازه است جناب سنچارکی صاحب که جبهه ملی یعنی کاندید خود که معرفی نمی کنه، اینا دوست دارن که در انتخابات از آقای که احتمالاً از آقای جلالی یا خلیلزاد اینا حمایت کنن. یعنی شما اینو تایید میکنین که شما در یک همکاری با این چهره که نامزد انتخابات هستن قرار دارین؟ این گزارشات صحت ندارد و از پایه دروغ است و جبهه ملی افغانستان از هیچ جگه است شخصیت هایی که تاکنون نامشان در لیست کاندیداها آمده از اونها حمایت نمیکنه، بلکه تاکید جبهه بری است و امروز هم به این موضوع تاکید صورت گرفت که جبهه ملی افغانستان یک کاندید واحد داره و این کاندید از میان جبهه ملی افغانستان است یا از میان شخصیت های دوستدار و هوادار جبهه ملی افغانستان است که به تفاهم برسند. سنچارکسی من شما تشکر میکنم. زنده باشین. زنده باشین. دوست کردین. سلامت باشین. برای شما و همه بیننده های شما آرزوی موفقیت شادکامی دارم.